حضرت که هوا مساعد باشه با کمترین زمان انشاءالله به بهره برداری سپرده میشه. انشاءالله بخیر. تق با سلیمان نمان گن با قارون. یه تو روزا رو دیدیم همشیره. یه تو روزا رو خود ما دیدیم که این حالا که سر میکنیم شکر میکشیم. خدا شکر که افغانستان آرام شد که یک مسلمان، یک بیچاره، یک بیوه، یک مسکین میره اگر اگر چیز نشد یک لقمانان یک مسلمان میتش مینه میره بگی بخور. یک پیر مرد دیدم اینجا استاد بود کانگریت هم میریخت صدا کرد که کانگریت صحیح نیست و بی صحیح گرد نشد مردم سرشون صدا کردن موتر پس از اینجا کشیدن بردن. باز یگان درس چیز رو یادش میدی؟ آه یگان چیز یاد میدم. بسیار عالی. سلام خدمت تمامی شما هموطنان عزیزم، امیدوارم که شب روز را به خوبی و خوشی بگذرانین. دوستان نهایت عزیز، سمیه سمی هستم. امروز آمدیم به سرک اتصالی دشت برچی و کمپانی قسم گشت به شما معلوم است و همیشه از این ساحه از سرک گرفته تا پل پلچک و تا قیلیزی و همچنان تمامیشه بر شما تصویر داشتیم، ویدیو گرفتیم و برنامه گرفتیم و قسم که شما مشاهده میکنیم امروز آمدیم به طرف یکی از پلها که دیج یکی از پلهای به خاطر رفت برگشت هموطنان ما ساخته میشه و ناگفته نمانه که ما در گذشته همچنان از این پل بر شما یک برنامه‌گک داشتم که او وقت فقط مرحله نخستش بود. فعلا که میبینید نام خدا دیگه تمامی کارش البته 100% تکمیل نیست، اما بازم کارایشان پیشرفت کرده. خواستم بیایم ببینم از این پل یک بار دیدن کنم و از انجینیر صاحب پرسان کنم کارشان چی وقت بخوای تکمیل خواهد شد و چقدر پیشرفت کرده. اگر شما همچنان دوست دارین که بیننده برنامه ما باشین پس بدانین و بدانین که انجینیر صاحب درباره طول و مساحت این پل بر ما بگه، پس تا آخرین لحظات ما را همراه باشین. بین ما را تعقیب کنین. میرم تا آهسته آهسته به طرف انجینیر صاحب. آمدیم به طرف انجینیر صاحب. انجینیر را پیدا کردم، اگرچه نام خدا انجینیر را زیاد از در محل کاری، اما انجینیر را پیدا کردیم که از نقطه صفری همیجا بوده و کارش انجام دادد الا که فعلا نه. انجینیر احسان ناصری هستم، انجینیر استراکچر از همی پروژه. بسیار عالی. از صفریش که شما همیجا هستین درست؟ از مرحله امو اولش از امو کندن کاری آغاز کار دیگه تا همین مرحله رو فعلا. بسیار عالی. خب میشه بر ما بگوی کارا چقدر پیش رفته؟ به حساب فیصدی خب ما پیشرفت قابل ملاحظه را داریم، دلیل از اینکه بیشترین کار فعلا در پایلای ازی بود، چون 40 تا پایل داشت، پایلای 21 متر 21 دیگه 70 سانتی شما بلند میبینین کارش تمام شده و پایل کپا هم انداخته شده و استیم هم دو لایش انداخته شده، انشالله در شروع تکمیل شدن است. انشالله بخیر. انشالله بخیر. خب میشه از عرض و طول و مساحت این پل بر ما یک یادآور شوین هموطنان بیشتر بدانند؟ طول پل در حدود 20 متر و 30 سانتی است، ولی گادر که ما میندازیم 21 متر و 50 سانتی میباشن. عرض پل هم در حدود 20 متر است. بسیار عالی. انجینیر صاحب، خوب است که زمستان اکثر یاری کرد امرای ما و شما و برف و باران نسبتا نشده. اگر ادامه بده شما کارایتان تا ماه حمل تکمیل خواهد شد این پل؟ فصل زمستان است، قابل پیش بینی نیست، ولی متاسفانه بارندگی نمیکنه، یک چیز استثنا است، ولی
هم شرایط جوی و هم اقلیمی در زمستان غیر قابل پیش بینی است. ممکنه بارندگی شوه، درجه حرارت خیلی پایین بیاد، او صورت کانکریت انداخته نمیشه. کانکریت که نشه کار در حقیقت متوقف میشه و آدم نمیتونه بگه که تا بهار تا ماه حمل انشاءالله ما پول تکمیل میکنیم، به دلیل از اینکه فصل سرماست. بله بله. شرایط کاری نیست، ممکن یک روز باشه، در روز دیگه ممکن نباشه. بنان در صورت که هوا مساعد باشه و با کمترین زمان انشاءالله به بهره برداری سپرده میشه. انشاءالله بخیر. خب از سرک دشت برچی تا کمپانی وصل شده این سرک، درست؟ در تمام این سرک فقط یک پل است؟ امی پروژه سرک اتصالی برچی کمپانی فعلا اینم یک پل داره، چون امی دریا را کراس کرده یا قطع کرده، امی یک تا پل فعلا داره. اون طرف دیگه یک پلچک داشت، این طرف دیگه پل است. هموطنای ما میشه یادآور شیم که چقدر با شما همکار هستن اینجا، چقدر استقبال میکنه از بازسازی، استقبال میکنه از اینکه سایشان ساخته شوه، سهولت شوه، شارک حیاتی باشه. سرک ها در حقیقت شارک های حیاتی بر جامعه می باشه. بنان طبیعی است که مردم خرسندن و همکاری هم میکنن. بسیار تشکر از اینکه همراه ما صحبت کردی. اگر کدام حرف کدام گپ مانده باشه که ما پرسونه کرده باشم، کمری ما در خدمت شماست. بخیر و سلامت باشین، شما هم موفق باشین. دوستای عزیز، گفتنی های از انجینیر صاحب بودن که گفتن که من از مرحله نخست ای پل بودم که بازسازی میشد و بر ما و شما درباره طول و مساحتش و همچنان درباره تکمیلی ای پل بر ما معلومات دادن. گفتن که احتمالاً سال آینده به خیلی کار ای پل تکمیل میشه. اگرچه من چند وقت پیش آمدم از یه برنامه گرفتم، فکر نمیکردم که به زودترین فرصت قدر کارشان پیشرفت کنه، اما خوشبختانه میبینیم که نام خدا کارشان سرعت داره و کارشان پیش میره. دوستا در ادامه برنامه سیما که هموطنان ما که اینجا رفته برگشت داشته صحبت های می داشته باشیم، ببینیم چقدر خرسند هستن که امروز در افغانستان ما واقعا پیشرفت صورت گرفته و ازشان پرسان میگم که افغانستان چند فیصد نسبت به گذشته ها تغییر کرده. این هم اینجا آمدم سیل میکنم، امی کار شارالی رو تماشا میکنم. بسیار عالی، بسیار عالی. چقدر خوشایند است که ما و شما در وطن خود ما باشیم، باز بیاییم وطن خود یک گوشی شد ببینیم که امروز آباد میشه. خدا افغانستان آرام بسازه، پایچایی ما و شما را آرام بسازه. حالا یک قدر خوب شده از ما خانی مانی گفته وانا پیش دادم باغات. بسیار عالی. پیش اینجا بعد از دیگر که میشد اینجا گشته نمیتونستی، ترورت میکنم میبردن، قیتت میکنم بیار پیسه بتیسه. حالا چی تو شده؟ خدا آرام دو بجه شو یک بجه شو بام بیا این همه تو برو بیا قسم خانم اید کجا میری. بشک یکی با سرک با پاس خدا برامد، این سرک دیگه کل افغانستان زنده سا. حالا از خندار از اونجا هم که موتر بیاون از اینجا دور میخوره این دشت برچی میره. خب آجسته بعضی بر ما بگو که در گذشته قدر امکانات بود، کلانا پیسه زیادتر می آمد، کشورهای خارجی کمک می کردن، چرا در اینجا رسیدگی صورت نگرفته بود؟ چرا سرک ساخته نشد امروز ساخته شده؟ ما که زربان بودم که من نمی خوردم، همه پروای غریب چی داشت، ما گوش نمی بودم. خب کلش از زربان داخل در غریب و بیشتر، ولی اگر یک روز دمیجا کس آمده باشه که بگی یک پاورده ما یک هزار پره این دمی قدر سال ها، حالا 80 سالی ها زیابتر کمتر عمر با بله 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 کلیش خوردن، بگم خدا گمیش رو کرد، خدا گمیش رو کرد. هیچ میگن که یعنی تا آخر نمیمانه ای ظلم، حتما بخی خلاص میشه. تق با سلیمان نمان گنج با قارون، یه تو روزا رو دیدیم همشیره ای تو روزار خود ما دیدیم که این حالا که سر میکنیم شکر میکشیم، خدا شکر که افغانستان آرام شد که یک مسلمان، یک بیچاره، یک بیوه، یک مسکین میره اگر دیگه چیز نشد یک لغمانان یک مسلمان میتش مینه میره بگی بخور واده خود کس نمیداد، یک میشه دیگه هم در طلاقش میداد که تا تدید بیه. بله بله دقیقا 100% ما شاهد هستیم که چی رقم وضعیت بود، انفجار بود، انتحار بود، هر چیز بود، هیچ کس آرامی نداشت، آدم کشی بود، آدم بردن بود، زدن بود، کندن بود، کل چیز بود. گذشته ها یک بار دیگه همچنان به گفته هم مردم که ما شنیدیم طالب آمده بود یا امارت اسلامی آمده بود، میشه نسبت به از گذشته حالا چقدر امارت اسلامی تغییر کرده کار میکنه؟ در گذشته چگونه بودن دولتشان؟ گذشته خواهیم مردم همی سیاسرها را میزدن میکندن که با ایجا بگن. بله بله هرچی حال خلا شد، خلا شد، حال کسی را چیز نمیگه، حال همی مردمی که
بدت نه 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 یک ذره بیباک و چی که هست آل باز افغانی رو یاد گرفتن، درس افغانی میخوانند. نه در سرک من خودم که در جایی که میرم ایخه که دور باشه اگر لبز خودم میگه نزدیکت که شده تا افغانی شروع میکنن این از پدر پدر مامزه ایست آل اینه تو شده پس خدا دقیقا نه آل بسیار پس خدا شکر خوب شده خدا میربانم این زنها و دخترها ممی قانونه که مراد کنن شالا هیچ گپ نیست هیچ گپ نمیشه هیچ کس کار نداره هیچ گپ نمیشه این میگه بندش میگه دخترها رو اعلان نمیکنه و چیره کافر در مملکت ما چی قره است خب هرچی که میکنه از این مملکت خود ماست تو رو بموش اگر امروز خیط سبا اعلام میشه دیگه سبا اعلام میشه پستر سبا اعلام میشه چهار روز پس اعلام میشه کافر میخیزه که دیگه لفلانی که ویده بسمه دانی که ایره تو نمیکنه ایره تو نمیکنه تو رو به مملکت ما چه خرد یک آدم نیست که بگویش همین مسلمان های دیگه مملکت ها نمیگه تو رو مسلمانی ازی چه خرد یا تو رو به سیاسر ازی چه خرد اینه تو گپ هم چیه؟ تشکر آجی صاحب از اینکه همراه ما صحبت کردی همراه که بعضی بر ما معلومات دادی قربانه کرد زنده باشی اینجا خانه ما پشت نیم باغ است چاش مهمان ما شوین چای نان بخورین یک نان هم میتون نان چای میتون برای باز به خدا سپردیم تشکر آجی صاحب آجی صاحب بودن که بر ما گفتنی های خدا یادآور شدن و گذشته از افغانستان بر ما یادآور شدن و گفتن که وقتی که ما در این ساحه می آمدیم واقعا از اشت به جیشه و به بالا دیگه این ساحه کس رفت آمد نداشتن همی که اگر مبرامدن یا موبایلشان گرفته می شد یا امو هر اون چیزی که اگر ارزش می داشت اونا می گرفتن خب دوستا در ادامه برنامه است و هموطنان ما نهایتا خوشحال هستن و بعضی هایشان می بینیم که می جمعین دیدن می کنن و یکی از هموطنان ما با طفلک های خدا نمی جا آمده بیرون بر آمدن و می جستاده بود امراشون صحبت های می داشته باشون سلام علیکم سلام علیکم خب استی سرمان عرض ادب خدمت شما و خدمت کامرامان سب خوش آمدین سایه دشتی برچی تشکر سلامت زنده باشین قربانتان خب شما خانه همی جاست؟ بله خانه یک چند قدم پایین تر از سایه سیبنگی میگه همیجا بسیار عالی بسیار چطور شد کمی دخترکار طفلکار رو بگیرین بیارین یک بار همیجا باز استاده شوین بیکاری است خب آمدیم طفلکار رو گرفته کردیم پول سایه کنیم که پول چی وقت بخیر به سبرانه منتظیر ازی هستیم چه وقت بخیر بسر میرسه کار در کجا آره بسیار علی چقدر خوشحال هستم که واقعا وقتی که اینا خوشحال میباشن نگه باز بر خودم شخصا زیادتر حس خوشی میایه خب نگم در گذشته ای ساحه بسیار یک ساحه ناامن بود میشه از امنیت ای ساحه بر ما یک یادآور شد امنیت 100% هم شده اینجا بسیار 100% وقت خیلی ناامنی بود دوزی چور چپاول رای مردم رو میگرفتن در این سایه ها اهمیت 100% دست میکرد شکر اهمیت هست بله. و شما میتونید برای حتی سهولت هر وقت که دل چان شد بله. بیرون برای یسنا یسنا جان مکتب میخونی؟ نه چرا؟ خورد است یا کودکستان میخونی؟ نه ایچی نمیخونی؟ فقط قرآن میخونی خب امرای بس امرای تیگان درس ها رو یادت میتا خواهر بزرگت یا نه؟ نه ایچی چیز یادت نمیده؟ یگان ترانخ یاد داری دیگه یگان سوره قرآن شریف اخ یاد داری کدام سوره رو یاد داری؟ خلاه هم هنه؟ خب امرای خواهرش صحبت میگیر میگه طفلک از دیگه درست امرای ما صحبت کردن نمیتونه سلام خوب هستی؟ شما خوب هستی؟ تشکر سلامت زنده باشی میشه اسمت بگوی هم وطنهای ما بشناسید اسم ما علیناس علینا جان خواهرت اسینا جان نامش بود؟ نه یسنا باز یگان درس چیز رو یادش میدی؟ یگان چیز یاد میدم بسیار عالی خودت صنف چند هستی؟ من صنف دوم امسال صنف سوم در ساحه دشت برچی میری درس میخوانی یا ساحه کمپانی؟ ساحه دشت برچی دشت برچی میری بسیار چطور با درس ها رو یاد داری؟ چند نمره هستی؟ اول نمره خب چی یاد داری؟ شعر، ترانه، فکایی یا یگان چیزی که زیادتر ببینه هموطنای ما یک دقیقه خوششان بیای و ببینه که علینا جان هم خدا با استعداد است یاد داشتم ولی از یاد فعلا یادت رفته انگلیسی رو یاد داری کم کم؟ کم کم؟ یک دوستش یاد داری؟ خب بسیار عالی میره کم کوشش کن در سایت بخوانی همیشه وقت و اول نمره باشی تشکر از اینکه امروی ما صحبت کردی دوستا طفلک ها بودن خواستم امروش هم طفلک ها که هستن بسیار زیاد شیرین زبان هستن باز ما همیشه وقتی که طفلا رو میبینیم باز میخوایم امروش صحبت های داشته باشم شما بیننده برنامه ما هستین از ساحه دشت برچی که اگر اون طرف ما بریم دشت برچی میشه این طرف بریم
ساحه کمپانی میشه و یکی از هموطنان ما میجا هستن همراهش صحبتای می داشته باشم. همینجا یک پل بسیار مقبول زیبا ساخته میشه. شما خوش هستین یا خفه هستین؟ خوش هستیم. خوش هستیم. به خاطر پرسان گپ بیشتر همکار ما پرسانشان میکنه میگه که اگر شما گپ میزنین هستم پرسان میگه شما خوش هستین یا خفه باز میگه چرا ناراحت باشم خوش هستم. درست؟ آه خوش هستم. بر هم شما یک خوشایند است که میبینیم دقیقاً. آه بسیار خوب. خانه می ساحت می باشد؟ آه اصلا ما شما در این سایه قرار داریم قریه یوسف بنگیز. این این پل بین فاضل بیگ و قریه یوسف بنگیز. بسیار عالی بسیار عالی. باز سرک هم ساخته شد؟ آه سرک هم ساخته شد. این سرک خانه پوله. های خود نقشه نرفته؟ خانه ما نرفته خود از دیگه دوستا و هموطن های ما رفته اینجا. خب خیر خدا بخیر انشاءالله حتما دیگه برشان کدام چیز زیر نظر گرفتن. خب خودت چی گفتنی داری؟ چی پیام داری برای هموطنم که زیادتر در قصه شهر نیستن؟ اگر چی بازم شهروالی اینا کوشش خدا میکنن هم یک قوطی یا جوز هم خورد قوطی شو طرف مندازن؟ نه باید نپرتن در نظافت و پاکی شهر خب باید کلگی کوشا باشن. حدیث پیغمبر است که نظافت جز ایمان است. دقیقا دقیقا. بسیار زیاد تشکر از این کمره ما صحبت کردی. موفق باشین. شکر. میخواه شهروالی کابل تصمیم گرفته که در این ساحه یکی از پل‌های بسیار مقبول بسازه به خاطری که دریای کابل که از امو ساحه نمی‌فهم از کدام قسمت آمده میره به طرف ساحه پل سوخته و اینجا کدام پل وجود نداشت این پل بسازه تا بر هموطنان ما سهولت ایجاد شوه از ساحه بشتی به طرف کمپانی به راحتی رفت برگشت داشته باشه. دوستان است قریه دیبنگی ما استاده هستم و آمده و یک ساخت بسیار یک پل می‌خوایم بر شما ویدیو بگیرم و هموطنان ما کمی جستن امروز صحبتای می داشته باشه. میشه بر ما از ساخت پل بگوین که چقدر امروز خودتان خوشحال هستین که در منطقه تان در قریه تان یک پل ساخته میشه سرک ساخته میشه از خوشیتان بر ما بگوین؟ همین سرک خود وقت جمهوریت نقشه‌اش جور شده بود ولی هیچ نمی‌موندن مردم زورآور بودن مردم این سرک نمی‌موندن. طالبا که اومدن اینا شروع کردن سر پل بسیار با کیفیت شروع کردن چون خود من کار انجینری را میکنم بعضی وقتا میایم اینجا بعضی وقتا میایم اینجا سیل میکنم این تقریبا هر پایش 20 متر پایین رفته به زمین کار بسیار خوبی است که برای مردم هم بسیار سهولت های ایجاد کرده فعلا. خب به نظر شما وظیفه هر یکی ما و هم وطنم که رفت برگشت داره در قبال حفظ وطن ما چی میباشه؟ حفظ وطن ما مردم اگر با دولت همکاری نکنه اگر کل چیزا سر شاروانی نیست کل چیزا سر چیز نیست حکومت نیست که مردم هم باید دست داشته باشه باید همکاری بکنه. همین جوره که دولت ساختن اینقدر مصرف کردن اگر مردم همکاری نکنه هر روزی را پر میکنه از خاک. پس پایدهش چی شده؟ همین سرکه که ساختن اگر مردم همکاری نکنه همین سرکه برای خودشان پاک نگاه نکنه که صفات ببره در اوجه بندازه پس این سرک هیچ مانایی نداره. یعنی دولت و ملت باید دست به دست هم بده تا یک کار پیش بره. همینجا که کار میکنه حالا من مردم هم میبینم مردم بسیار دیده شدن مردم میبینم و خدا باور بکنه که روز من یک پیرمرد دیدم اینجا استاد بود کنگرت هم میریخت صدا کرد که کنگرت صحیح نیست و بی صحیح گد نشد مردم سرشون صدا کردن مطرح پس از اینجا کشیدن بردن اوجا باز او انداختن و کنگرت جور کردن و صحیح کردن و باز آوردن اینجا انداختن. یعنی مردم اینقدر به این علاقه دارن که همین کار صحیح پیش بره ولی قبلا در وقت جمهوریت توری نبود مشکلات زیاد بود. بله. مشکلات از مردم نبود از یک چند نفر در منطقه و قریه کل ما میپاهمیم که چی گفا بود. بله بله. حال مردم اینقدر شده که همین روز من یک آدم پیر مرد دیدم بسیار خوش آم شدم که سر موتروان صدا کرد گفت کنگرتت خراب است. بله. مردم صدا کردن موتر پس از اینجا سرشان کشیدن بردن و دوباره از سر کنگرت جور کردن. چقدر عالی چقدر زیبا والا. خب پیام داشته باشه این کمری با در خدمت شماست. پیام ما به مردم همی است که همکار باشد همکار باشد ببیند نظارتگر نباشد که فقط بره نظارت کنه. بله بله. اگر یک چند گپ آدم برایشان بعدم بزنه همون چیزی که در توان شستک باید بگوید چیزی که میپامه ایره باید بپامانه مردم هم و همکاری کنه کته حکومت کته دولت کته همی کارگرهای شاروالی و کته شاروالی همی که همه کشان هسته که همی جاله را دادن کدوم مشکل پیدا نشد
ولی قبلا ما یادم هست که اینجا بیخی سپیشل پویس دولت آورده بوده نتونستن سرک بکشن. البته این سرک نه سرک یک ترپی از پین کلاس یک سرک بالا می آمد. نتونستن این سرک بکشن. ولی طالب ها آمدن در چند روز همون سرک کش کردن. بسیار. مردم باید همون چیز خود بپامن. وظیفه خدا نه یا کار مسئولیت خدا نه. خب بسیار زیاد تشکر از اینکه امروز صحبت کردیم. سلامت زنده باش. دوستان از هی بود برنامه ما که امروز آمدیم از ایپل بر شما برنامه گرفتیم و گفتنی های انجینیر صاحب و از هموطنان ما را همچنان داشتیم که هموطنان ما واقعا امروز خوشحال هستند که میبینند در ساحه یا در منطقه شان امروز بازسازی صورت میگیره. خب این بود برنامه ما که ما امروز آمدیم از این ساحه بر شما برنامه گرفتیم. خدا کنه مورد دید علاقه شما قرار گرفته باشه. شما ها بیننده برنامه های چینل تو وطندار پلاس باشین، لایک کنین، سابسکرایب کنین و کامنت های زیبا بنویسین. تا برنامه های بعدی که من در خدمت شما قرار میگیریم شما رو به خدا یک دم میسپرم. مافتابم دیگه مستقیم در چشم ماست که من بالا سایه کردن نمیتونم. الان نگهدار شما، ما را از دعای نیکتان فراموش نکنین.